فصل پنجم آمار و مدلسازی که بچه های ریاضی و انسانی سال دوم دبیرستان میخونن و بچه های رشته تجربی سال سوم، یکی از مفاهیمی که خیلی دیگه داره آمارو پرکاربردش میکنه برای شما. بچه شما فصل اول دوم و سوم کامل یاد گرفتید. اگر کسی مشکل داره میتونه فیلم های قبلی رو یه بار دیگه کاملا با دقت مشاهده کنه و بیاد سراغ این فصل. بچه ما تا فصل سوم زیاد با عدد و رقم کار نداشتیم، مقدار از فصل اول و فصل دوم یه تیک عدد تصادفیه. میرسیم به فصل چهارم، یه جدول جلومون میبینیم، همون جدول دستبندی کردن داده های آماری یا جدول فراوانی خیلی معروف خودمون. یکم میام جلوتر، آقا همه جدول رو میفهمن؟ مسلماً نه. اگه اون جدول من جلوی یه آدمی بذارم که تحصیلات ابتدایی داره فقط نگاه میکنه، یه سر عدد میبینه، چیزی ازش نمیفهمه. من تا بیام برای یه نفر توضیح بدم فراوانی تجمعی چی هستن، کلن اون کاری که داشتم باید از رده اصلیش خارج کنم. چرا؟ چون طرف متوجه نمیشه. آیا همه گه آدم ها بچه ها دیدگاه هاشون یک شکل روی موضوع؟ نه. من جدول بذارم جلوی شمایی که تحصیل کرده یه دیدگاه داری، جلوی آدم دیگه میذارم یه دیدگاه داری، شاید فکر کنی یه سری عدد فقط همجور کنار همن، بعد دنبال منطقش میگرده، تا بیا بهش منطق رو ثابت کنی منطقش این بوده برای این من این کار رو کردم، کلن باید داستان سوال یا اون عبارت ذهنی تو فراموش کن. پس میایم از یه روش خیلی ساده استفاده میکنیم. تو همه گی کتابای آمار و مدل سازی، حتی کتابای آمار یک و آمار احتمال دانشگاه هم اگه شما نگاه کنی نوشته وضعیت جا، ما مجبوریم از هیستوگرام ها و نمودارها استفاده کنیم. چرا؟ چون جدولا برای همه افراد کاربرد نداره. من وقتی میخوام نشون بدم توی جامعه ای مثل شهر تهران، یه جامعه است دیگه، تو این جامعه شهر تهران آلودگی هوا مثلا تو بازه یکم تا هفتم ماه چطور بوده، هفتم تا چهاردهم چطور بوده، چهاردهم مثلا تا 26م چطور بوده و اون 5 روز یا 4 روز آخر ماه چطور بوده، چی کار باید بکنم؟ میتونم بیام تو جدول نشون بدم؟ خب جدول حدود دسته رو نشون میدی، بعد فراوانی رو نشون میدی، فراوانی نسبی رو نشون میدی. همه میفهمن اینو؟ نه. اگه دقت کنی تو اخبار رادیو تلویزیون معمولا وقتی دارن اعلام میکنن تو رادیو فقط میخونن روش، ولی تو تلویزیون اگه نگاه کنی همه براشون کاملا مشهوده. تو رادیو وقتی اعلام میکنه میگه مثلا 20% هوا این بوده، 30% مثلا غلظت آلاینده ها اضافه شده، ولی تو تلویزیون اگه نگاه کنی یه نمودارایی میکشن، حالا یا مستطیله یا دایره است یا یه سری میله است یا اومدن یه سری خطا اینجوری اینجوری رسم کردن که همتون مطمئنا میدونید مفهومش چیه، هیستوگرام یا همون نمودار چندبر فراوانی. یه سری از عدد و رقم ها رو کنار هم میذارن، ولی مرسومش اینه، از نمودارهای مستطیلی یا دایره استفاده میکنن. چرا؟ چون وقتی تو رادیو داره اعلام میکنه 20% افزوده شده، 20% کاهش پیدا کرده، شاید برای همه مفهوم یکسانی نداشته باشه، ولی وقتی توی تلویزیون داره نشون میده یه دایره بزرگ یه قسمت عمده ایشو آلودگی گرفته، بعد یه درصد داخلش گذاشته، همه میفهمن مثلا تو این ماه بیشتر روزای این هفته، بیشتر روزای این ماه آلودگی داشتیم ما. خب برای همه قابل درک و فهم. بیش از این دیگه توضیح نمیدیم، بریم سراغ خود مفهوم نمودارا تا با هم بیشتر آشنا بشیم. خوب دقت کن، تا الان فهمیدیم نمودار یکی از روش‌های سودمنده برای اینکه ما بتونیم یه مفهوم واحد رو به همه آدما به یک روش خیلی ساده بفهمونیم. اینجا دقت کن، نمودارهای شاخصهای هندسی وسیله سودمند برای به تصویر درآوردن و تجسم جامعه است. یعنی جامعه‌ای که تو تا الان به صورت عدد و رقم می‌دیدی برای همه می‌گفتی، از این به بعد نمی‌خوام اونجوری بگی. چی کار می‌کنی؟ می همون جامعه تو به صورت یه سری از اشکال هندسی بیانش می‌کنی که همه به صورت یه مفهوم راحت اون رو برداشت کنن. برای سهولت در درک برخی از مطالب برای همگان می توانیم به جای ضوابط متعدد و استفاده کردن از اون جدولای فصل قبلتون از نمودارا استفاده کنیم. بریم سراغ نمودارای آماری. بچه نمودارای ما 5 حالت میتونن داشته باشن. این 5 رو نمودار داریم. به قسمت اولش دقت کن. نمودار میله‌ای، قسمت دوم نمودار مستطیلی، قسمت سوم نمودار چندبر فراوانی، چهارمیش نمودار دایره‌ای و در نهایت نمودار ساقه و بند. خوب به من دقت کن، ما تا الان با مفهوم جدول فراوانی آشنا شدیم تو فصل قبل، خیلی با هم سوال حل کردیم، نمره ها رو دیدیم، ممکن بود جدول رو به من بده بگه پرش کن که از اون سوالایی که جدید داره مطرح میشه، ممکن بود به من عدد بده بگه برو جدول رسم. خب تا الان همه هم فهمیدیم از جدول نمیتونم زیاد استفاده کنم. چرا؟ چون برای همه کاملا قابل فهم نیست. میام از نمودارا استفاده میکنم. آقا نموداری که من تا الان دیدم چی هست؟ شما بیشتر اخبار تلویزیون رو اگه نگاه کنید یا بیشتر وبسایت هایی که داخلش اخبار رو به صورت عدد و رقم براتون بیان میکنن نگاه کنی، یا نمودار دایره ای دیدی، یا نمودار مستطیلی دیدی، یا میله ای دیدی. کمتر پیش میاد برای افراد یا برای عموم جامعه بیان نمودار چندبر و ساقه برگ استفاده کنن، ولی من و تو مجبوریم ساقه و برگ و چندبر رو هم بلد باشیم.
بریم سراغ حل کردن، بریم سراغ یادگیری و حل کردن یه سری از سوالاتی که تا الان شاید برای اون مفهومی نداشتن ولی از این لحظه به بعد هم تو کنکور سراسریمون اهمیت پیدا میکنن و هم در امتحان پایان سال. بریم سراغ نمودار اولمون، نمودار میله ای. یکی از نمودارهای پرکاربرد علم آمار بچه ها نمودار میله ایه. دقت کن به اسلاید. نمودار میله ای همونطوری که میدونیم تو علم آمار با متغیرهای آماری سرکار داریم. استوب، خب چی از این تیکه بهت بگم؟ همونطور که میدونیم تو علم آمار با متغیرهای آماری سرکار داریم. استوب، تو فصل 3 یادت دادم گفتم متغیرهای آماری چیا؟ متغیرهای کمی و کیفی. آفرین. چند تا دسته داشتن؟ هر کدوم دو تا. کمی ها میشد چی؟ کیفی ها میشد چی؟ هر کدوم دو تا شاخه داشت. میگفتیم ترتیبی اسمی، میگفتیم کیفی ها یا ترتیبی هن یا اسمی، کمی هامون یا گسستن یا پیوسته. پس چند تا نوع داشتم؟ کلن دوتا، ولی هر کدوم دو زیر شاخه پیدا میکردم میشد چند تا؟ چهارت. آقا من میتونم واسه هر چهارتاش بیام نمودار میله بکشم، واسه هر چهارتاش دایره بکشم؟ به ترتیب بیریم جلو و بهتون میگم. خوب دقت کن، و هر نمودار برای متغیر خاصی مورد استفاده قرار میگیره. جواب همون سوالی که پرسیدم، نمودار میله ای صرفاً برای نمایش متغیرهای کمی گسسته و انواع کیفی. یه نفر سوال میپرسه همه اینا هستن که؟ عزیز دل خوب دقت کن، میگه فقط کمی گسسته. چی رو نیاورده؟ پیوسته. پس اگه جای جا خالی بهت دادن، تست کنکوری دیدی، آزمون آزمایشی شرکت کردی، گفت نمودار میله ای برای کدومی که از اینا کاربرد داره، نگی سوال غلطه ها. کمی ها فقط گسسته شون، کیفی ها ترتیبی و اسمی شون. چی میمونه؟ کمی پیوسته که اون نمودار بعدی. خوب دقت کن، برای متغیر کیفی مناسبه. تو نمودار میله ای ترتیب قرار گرفتن میله ها اهمیت ندارد. آنچه که در این نمودار دارای اهمیت مقایسه فراوانی است. خوب دقت کن، هر نمودار میله ای باید چند تا قسمت داشته باشه. قسمت اولش، زیر هر نمودار باید موضوع مورد مطالعه رو به صورت خلاصه بنویسیم. آقا در رابطه با گروه های خونی افراد داری بررسی انجام میدی، باید بنویسی. داری راجع به نمره هاشون این کار انجام میدی، باید بنویسی. درصد آزمون رو باید بنویسی. پس هممون یادمون هست هر محوری، هر دستگاه مختصات دکارتی، همون کارتیزیان ما، چند تا بود داره؟ دو تا. ایکس داره یه ایگرگ. ایکسش باید همیشه زیرش اسمی بنویسی. حالا گروه خونی مینویسی گروه خونی، به صورت خلاصه دیگه، کلا نمیخواد توضیح بدی. میرم سراغ دومی، هر یک از محورها برچسبی دارن که مشخص کننده متغیری که تو اون محور نشون داده میشه. همون تو پایینیش مینویسیم، تو ایکس ها مینویسیم، اون کاری که داریم انجام میدیم. تو ایگرگ ها بهتون میگم همون فراوانی رو قرار میدیم. و مقیاس، مقیاس چیه؟ برای هر محور باید مقیاس مشخص بشه که تو اولین سوالی با هم حل میکنیم کامل با این آشنا بشیم. میرم سراغ مثال اول. مطلوب از نمودار میله ای اطلاعات مقابل. خوب دقت کن، یه جدول به من داده، گروه خونی او، آ، ب و آب. فراوانی اولی یعنی تعداد تکرار اون گروه خونی در بین افراد 5 تا بوده، تعداد تکرار تو بعدی 4 تا بوده، بعدی 10 تا بوده، بعدی هم 6 تا بوده. میخوام نمودار رسم کنم. خوب دقت کن به رسم نمودار من. اولین کاری که میکنی یه دستگاه کارتیزیان دو بعدی میکشی، یعنی دستگاه مختصات دو بعدی رسم میکنم. محور اکسام اسم میذاشتم، محور ایگرگام فراوانی، همون تعداد تکرار، درسته؟ میام سراغ فراوانی، محورم رو مشخص میکنم. محور ایکسا، محور ایکسا گفتم اسما رو روش مینویسیم. متغیر اسمش چی بود؟ اولی آ، بعدی او، بعدی ب، بعدی هم آب. یکی سوال میکنه میگه آقا این که با جدولت یکی نیست، فرقی نمیکنه تو نمودار میله ای کدومو اول بذاری کدومو دوم، ولی برای که شکلمون زیباتر بشه، قشنگتر بتونیم رسمش کنیم، بهتره یا از فراوانی کم به فراوانی زیاد بریم یا از فراوانی زیاد به فراوانی کم بریم. اینجا نگاه کن، الان گروه خونی که کمترین فراوانی رو داره کدومه؟ آفرین، درسته، گروه خونی آ. چند نفر این گروه خونی رو دارن؟ 4 نفر. پس گروه خونی آ یه میله میرم به سمت 4. میرم سراغ گروه خونی بعدی. گروه خونی کمتر از آ وجود نداره، بیشتر از آ، یکی بیشتر شنده 5، فراوانیش هم بوده 5. کدوم گروه خونیه؟ او. بعدیش کدومه؟ آ، به فراوانی شنده 6. و در نهایت کدوم بیشترین رو داره؟ گروه خونی بی که چنده؟ 10. خوب دقت کن، گفتم فرقی نمیکنه چه جوری بکشینش، از کوچیک به بزرگ بری یا بزرگ به کوچیک بری زیباتر میشه نمودارت، وگرنه ممکنه که اینجا بکشی یکی بیاد بالا یکی بره پایین، هیچ فرقی و هیچ تفاوتی تو اصل موضوع نخواهد داشت. بریم سراغ مثال بعدی. جدول زیر مربوط به داده های 20 بار پرتاب یک تاس است. توزیع فراوانی این داده ها را با نمودار میله ای نشان دهید. عدد رو شده تو پرتاب تاس هممون میدونیم بین 1 تا 6ه. فراوانی ها رو هم به ترتیب گفته 2 4 1 5 3 و 5. بریم رسمش کنیم نمودار رو. خب جدول اینجا داریم تو پاسخمون. اولین کاری که میکنم یه دستگاه مختصات دو بعدی میکشم، یکی فراوانی که هم عدد رو شده، عددهای رو شده هم 1 تا 6ه، فراوانی ها هم نهایتش چنده؟ 5. بریم سراغ رسم کردنش.
اونی که عدد یک رو شده تو تاس چند بار یک رو شده؟ دو بار. عدد دو چند بار رو شده؟ چهار بار. میرم سراغ عدد بعدی. عدد بعدی من چنده؟ سه. سه چند بار رو شده؟ یک بار. چهار چند بار رو شده؟ پنج بار. پنج چند بار رو شده؟ سه بار. و در نهایت شیش چند بار رو شده؟ پنج بار. خوب دقت کن، همین الان تو مثال قبلی بهت یاد دادم، گفتم فرقی نمیکنه بزرگ به کوچیک، بزرگ کوچیک به بزرگ، یا یکی در میون بری. الان اینجا من نامرتب کشیدم، شکلش اینجوری شد. معمولا این نمودار بیشتر ماها تو تلویزیونمون دیدیم. وقتی میخوان اخبار رو بگم، مثلا میخواد بگه بارش در امسال کمتر از سال قبل، بیشتر از سال بعد، اینا بوده، کاملا با این نمودارا مشخص شده و ما هم ملاحظه کردیم. مثلا مثال بعدی میگه با استفاده از نمودار میله‌ای داده شده جدول فراوانی داده ها رو تشکیل بدید. نمودار به هم داده، جدول میخواد. همه ما میدونیم تا الان به ما جدول میدادن، نمودار میخواستن. الان به من نمودار داده، جدول رو میخواد. بریم سراغ حلش. میدونید تو جدول فراوانی همتون مطمئنن یادتون هست، اگه کسی یادش رفته میتونه برگرده فیلم های فصل 4 رو یه بار دیگه مرور کنه، اونجا به اندازه کافی سوال حل کردیم. حدود دسته، فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، فراوانی تجمعی. حدود دسته چی بود؟ گفتم اگه ایکس آیو دیدی، ایکس آی چی بود تو فیلم قبلی بهت گفتم میشه مرکز دسته. مرکز دسته 4. کدوم دو تا عدد با هم جمع کنم تقسیم بر 2 کنم میشه 4. 2 با 6. پس اول آخر چنده؟ 2 و 6. بعدی 6 تا 10، بعدی هم 10 تا 14. میرم سراغ فراوانی مطلق. میگه اونی که حدود دستش 2 تا 6 تا چند تا رفته بالا؟ 20 تا. اون یکی تا چند تا رفته بالا؟ 15 تا. بعدی چنده؟ 35 تا. جمع کن همه اینا رو، به چند میرسیم؟ به عدد 70. 35 و 5 جمع میکنم 40، با این جمع میکنم 50، با 20 جمع کنم 70. گفتم ستون فراوانی مطلق جمعش چیه؟ تعداد کل داده ها. تعداد کل داده ها به چه درد من میخوره؟ فراوانی نسبی. فراوانی نسبی چی میگه؟ فراوانی هر طبقه تقسیم بر تعداد کل. پس میشه 20 70، بعدی 15 70، بعدیش هم 35 70. حالا میرم به سراغ فراوانی تجمعی که از اون پر نکته ترین مطالب فصل چهارم و پنجمتون. اگه یادت رفته یک بار دیگه به نظرمون رو نگاه کنی به دردت میخوره. فیلم های فصل 4 قبل فصل 5 یه دونه رو نگاه کن، بعد بیا سراغ فصل 5مت. فراوانی تجمعی چی بود؟ میگه فراوانی هر طبقه رو با طبقه بالایی جمع کنه. اگه یادت باشه اونجا مثال زدم، تو داری میری نون بگیری، طبقه بالایی تو میپرسی اون طبقه بالایی 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 همه جمع اون تعداد نونایی که میخوای میشه جمع نونایی که شما باید خریداری بکنی. نگاه کن 20 بالایی شند 0، 20 با 0 جمع کنم میشه چند؟ 20. میرم سراغ بعدی. 15 تا این نون میخواد، 20 تا بالایی میخواد، میشه جمع چند تا؟ 35 تا. 35 تا طبقه آخریه نون میخواد، 35 تا بالا نون میخواد، جمع شد چند تا؟ 70.